سلام بر برادران نور نورانی. ازتون خواهش میکردم که این قرآنی که شبا پخش میکنید پشت زمینش درست کنید، خواهش میکنم. و دیشبم قرآن پخش نشد، نمیدونم جریانش چیه، ما هر چی تصاصه هم نشستیم دیدیم پخش نشد. در یه خواهش دیگه هم داشت، قرآن و شب که میذارین از اونجایی که قطع میشه شب بعد از اونجا از واره بذارید، تا حداقل ما به ثواب خدا و قرآن این شبکه شما حداقل ختم قرآنی داشته باشیم. تشکر. و تا زمانی که این مشکل شما حل نشه ما میشه مزاحم شما هستیم. زیر رو کسی دیگه نمیرسه الا برادران خودم. سلام، میخواستم بگم که ممنون شبکه خوبتون، ما افتخار میکنیم که این شبکه داریم و خیلی ممنون از استادهای محترمی که در این شبکه میان و صحبت میکنن و ما رو منتقل میسازن. با تشکر از شبکه خوبتون. بسم الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله. اول اینکه آنچه که این برادر شما از روی حقیقتن تعهد و نگرانی بر حال میگوید، هر آنچه که مطابق قرآن و سنت است در بین شما جمع شما آگاهان، بر حال خیال این برادر شما راحت است، آن را خب بر حال تأیید میکنید و آنچه که نیست خب دور انداخته میشود. و بعد اینکه در ادامه این فتنه توهین به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و این که حقیقتاً آنها همین را میخواهند و این که مردم را دچار نارامی بکنند و این که نشان بدهند که این امت با حرف یک جاهلی این گونه برحال متزلزل و این گونه برحال اینا در حال دور از آنچه که مدعی هستند. و دو این که حقیقتاً آنها میخواهند مردم را در مقابل اولوالامرهای خود و میبینید در خبرها میبینید و این برادر شما حقیقتا نگران میشود همچون شما. و بعد اینکه برادر شما امروز به هر حال در خبرها دید که در سوریه یکی از ساحران وشار که مؤمن بود این گونه میبینید این گونه خطاب قرار میداد که کجایان کسانی که ادعای ایمان دارند، ملامت و این که خلاصه دست به دست هم میدهند و جاهلان حقیقتا این گونه این امت را این گونه میخواهند. و این که هوشیاری بر حال علما و بزرگان و مؤمنین و مؤمنات را میطلبد تا حقیقتا روشن کنند آنچه که وظیفه به هر حال همه ما هست، پیروی و چنگ زدن به قرآن و سنت تا ایمن بمانیم از این گونه فتنه ها. و حقیقتا با رفتاری که همچون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باعث تبلیغ و رفع آنچه که اینها میخواهند از اسلام و مسلمین نشون بدن و حقیقتا این را تبدیل به فرصت بکنیم و با موضعی صحیح مطابق قرآن و سنت این را رفع کرده و حقیقتا تبدیل به فرصت و درمان بکنیم انشاءالله تعالی. و بعد اینکه شما در قرآن میبینید حضرت رسول را الله جل جلاله برحال متسرکر می سازد و این که آرامش می دهد که نسبت به سخنان اینها دلتنگ و دلسرد نشو. چرا؟ چون که وظیفه حضرت و وظیفه این امت مشخص است، این امت وسط که آنها حقیقتا وظیفه آنها اونگونه است که مطابق قرآن و سنت عمل بکنند تا دیگران راستی و درستی را از آنها یاد بگیرند. خدا نگهدارتون باشه. الحمد لله و کفا. سلام علیکم. من یه پیام داشتم، این که من خیلی مسیج فرستادم، پیام فرستادم، اما یکیشون نمیدونم چرا از کشور قطر فرستادم، از ایران که
قطع قطع میاد ولی از قطر که باید بیاد نمیدونم چه شده. خواهش میکنم از زیر نمیسی فرمانی با تشکر از برنامه خوبتون میشه برنامه های شما رو دنبال میکنم و نگاه میکنم واقعا که آموزنده است. خیلی ممنون. خداحافظ.